چقدر بایدن هست، یه نکته جالبی رو اشاره کرده بود در خصوص اینکه این صنعت دیفای میتونه به زودی صنعت بانکداری رو ببلعه. اینا نکات مهمی که باید بهش دقت بکنی. و بعضی موقع میای نگاه میکنی و احساس میکنی که یه چیزی از قبل طراحی شده است و اینا داره زمینه سازی میکنه برای یه همچین اتفاق بزرگتری. اون ویدیو اون لایو اینستاگرام تو آی جی تی وی احتمالا دیدین که در مورد بورس امریکا و بحث این هماهنگی 3 میلیون سهامدار و بعد این پویشی که راه افتاده بقیه که آدم معامله‌گران از بقیه جای دنیا، سنگاپور، نمیدونم مالزی، ژاپن، چین، اینا که توی بازارهای بین‌المللی دارن خرید و فروش میکنن، اومدن حمایت خودشون رو از این نشون دادن، گفتن ما با همین که بزنیم دخل این حقوقی گنده رو بیاریم. تیکه طلا رو بذاریم سر جاش، بعدا بحث کنیم، یه دفعه میفتیم بیرون. فقط بگم من سعی میکنم تو اون حوزه‌ای که بهش وارد، یعنی بیشتر در موردش خوندم، حرف بزنم. من تخصصم طلا نیست، تخصصم کالا نیستش، به همین خاطر ترجیح میدم رو اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار و بحث کریپتو به صورت اینوستمنت و دیلی تریدینگ، دیلی تریدر صحبت بکنم. عذرخواهی میکنم، ولی فقط اینو براتون بگم ما یک کانسپتی تو در مربوط به SPF داریم، مربوط جلسه یعنی سکشن دوم کلاس، فصل دوم میشه، توی اون به طلا اشاره میکنم. بحث انتخاب رمزارزها از بین برترین ارزش های بازار، بیشتر برترین ارزش بازاره. ببینیم پنج توی این 50 تا ارز اول بالغ بر 92% مارکت کپ بازار تشکیل داده. اگر برم از سر ارز 150 200 برم یه چیزی رو انتخاب کنم، یا اون 8300 تایی که گفته، یه خورده سبد عاقلانه ای نیست، مگر اینکه درش چیزی از قبل دیده باشم، در جریان یک پروژه خاص باشم. حواسمون باشه. حضور در آی سی او با رعایت اصول اولیه، که اصلا ما یه فصل کامل در مورد آی سی او در دوره مقدماتی گذروندیم 0 تا 100. دوستانی که حالا اون دوره رو حضور نداشتن، قسمتی از این مطالب در یک گروه ویدیو در یوتیوب به اشتراک گذاشته شده. میشه ادعا بکنم به عنوان برادر شما که شاید کامل ترین مجموعه آی سی او به زبان فارسی هستش که به اشتراک گذاشته شده و شما میتونید در یوتیوب اون رو تماشا کنید، برای دوستاتون هم میتونید بفرستین. یه برنامه‌ای هم دارم که یواش یواش بریم سراغ مثلا انتخاب این شکار آی سی او های به درد بخور. میدونید که بازدهی‌هاش چند هزار برابری، چند صد برابریه، که شاید یه مسیر خیلی طولانی و خیلی کوتاه بتونیم بپیماییم با هم دیگه. منابع مالی و صبر ورود منابع مازادتون به بازارهای مالی، مبادا مثل بورس برین برن دوستان ماشین بفروشن، فرش بفروشن، خونه بفروشن، ملک بفروشن، ویلا بفروشن، باغ بفروشن، وام بگیرن، پول بیارن توی کریپتو. کریپتو خیلی بازار عمیقیه، خدای منیپولیشنه، بالا پایین بالا پایین. نمودارا رو نگاه کنید دیگه، کندلای بزرگ، شمع‌های بزرگ سبز و قرمز، راحت اتفاق نمیفته تو بازاری که میلیارد، 1 تریلیون دلار مارکت کپشه. دقت داشته باشید. داشتن حد ضرر به نام استاپ لاس و تیک پروفیت برای شناسایی سود و خروج از بازار، نقد بودن قسمتی از دارایی و عرض شود که صبر در معامله گری، یه مقدار صبر در خرید و فروش به قیمت انجام بدیم. به غیر از این موردی که گفتم شما تو بازار اونور می‌بینی یه تکونی داره می‌خوره، سری بپری اینور بخری، یا به غیر از بازار ایران بری روش خرید از بهترین قیمت خرید، یعنی مفت بخری بالا بفروشی، رو هم بهتون روی بست اکسچنج یاد دادم که با دلار تتر میتونید حتی توش آربیتراژ هم میتونید بزنید. خب من در خصوص آی سی او توی دوره 0 تا 100 کامل توضیح دادم، اگه بخوام اینجا بهش بپردازم فرصت خیلی چیزای دیگر رو از دست میدیم. ارجاع دادم به ویدیوهای مربوط به این حوزه در کانال یوتیوب من که آدرس هم بالا قرار گرفته با عرض پوزش. یه تیکر رو از این فصله بگم که همچین نفسم جا به قول من سر جاش بیاد که دیگه هیچ چیزی نمونده. بررسی ارتباط بین کوین ها و توکن.
ببینید یه چیزی به نام ضریب همبستگی داریم چیزی به نام ضریب همبستگی داریم در بازار کریپتوکارنسی و این ضریب همبستگی به ما خیلی کمک میکنه که ارتباط بین رمز ارزها رو در بیاریم و بر اساس اون بتونیم درست تصمیم گیری کنیم. من دیشب یه لایوی توی اینستاگرام داشتم، اگر دوستانی که دیشب بودن تو لایو اینستاگرام من اینو توضیح دادم، فقط اینجا یه مرور کلی میکنم. متاسفانه لایو در لحظه آخر به دلیل مشکل فنی قطع شد و نتونستم حتی ذخیرش بکنم، وگرنه ارجاع میدادم که همون رو مشاهده بفرمایید. من اینو استاپ شیر بزنم بریم رو سراغ اسکرین من. اگر اسکرین من رو دوستان میبینن فقط یه نفر یه اوکی به من بده خیالم راحت شه. اسکرین من رو میبینن دوستان؟ بله. خب این اوکی دیگه اینجا. بله بله. خب ببینید سمت اینجا به ما این سایت بیت اینفو چارتز و من این لینکش اینجا میذارم. دوست پشتیبانمون آقای مهندس احمد بکشین، آقای مهندس یوسفیه دیگه درست میگم یا دوست عزیز دیگه ای، زحمت بکشن این رو تو قسمت لینک هامون بذارن. سایت بیت اینفو چارت به ما چارتز استر آخرش دات کام به ما این امکانه میده که بیایم کوین ها رو با هم و توکن ها و آلت کوین ها رو با هم مقایسه کنیم. اینجا اگه به فرض میگم داش رو اضافه کنم، داش سمت راست اضافه شد، الان سمت راست نگاه کنید داش هست شد، میتونم اینجوری کم و زیاد بکنم با هم مقایسه کنم. اینجا میاد توتال چیز رو به ما میده، ماین تا الان ماین شده یه مثلا بیت کوین رو میده، اتر رو میده، XRP که ماین نشده بلکه عرضه شده، یه سری توکن ها و کوین ها ماینبل هستن، یه سری ماینبل نیستن. قیمت رو میده و خیلی اطلاعات مربوط به قیمت. اسکرول کنم بیام پایین، بلاک تایم ها رو میده، 10 دقیقه و 8 ثانیه، 13 و 3 دهم ثانیه، 13 و 3 دهم ثانیه از 2 دقیقه و 28 ثانیه. این 13 و 3 ثانیه کدوم بود؟ اتره. ببینید این خیلی فاکتور مهمی ها، وقتی که 10 دقیقه طول میکشه برای تایید تراکنش قاعدتا گزینه مناسبی برای خرید و فروش نیست، بلکه بهترین گزینه است برای سرمایه گذاری، اما الواقع قابلیت استفاده دارن تو مثلا 1 دقیقه و 3 ثانیه یا این 13 و 3 دهم ثانیه که جذاب ترین حالت هاست و ازش میتونیم استفاده کنیم. بیام پایین، نکته که میخوام بهتون بگم مربوط به تویت پر دی، 91,439 تویت در روز بابت بیت کوین انجام میشه، در مورد اتر 12,505 و همینطور عددهای مختلفی که اینجا میبینید، مثلا XRP 59,000 تا، لایت کوین 1159 تا و و و. این تعریفش چیه؟ خب اوکی توییت میکنه به من چه؟ ولی نکته توییت اینه که توجه بازار بهش داره جلب میشه، توجه مخاطب بهش داره جلب میشه. حالا آیا 91,439 خوبه یا بده؟ تک نقطه ای نمیتونیم بررسی کنیم، بلکه اگر مجموعی از نقاط باشه یه خط بتونیم بکشیم ببینیم رفته بالا اومده پایین ثابت مونده، اون موقع است که در موردش میتونیم تحلیل کنیم. این دیتا رو از کجا میگیریم؟ بهتون میگم. بریم بالای صفحه توی این سایت ببینید اینجایی که من دارم مارک میکنم زیرش پرایس خورده، چارت خورده و کوریلیشن و کوریلیشن. من رو کوریلیشن که بزنم صفحه ای باز میشه که به صورت اتوماتیک و سریع در روز داره این میزان ارتباط بین رمز ارزها رو برای ما مشخص میکنه. وقتی که بازار همراه با رشد هست، بولیش هست، گاوی اصطلاحاً، بهترین راه اینه که من سبدی رو برای خودم ببندم که ضریب همبستگیشون نزدیک به ضریب بیت کوین باشه، چون بیت کوین لیدر بازاره دیگه، مثل این شاخص بازار داره عمل میکنه. الان توی اینجا سمت چپ همونطور که میبینید بیت کوین با بیت کوین توی این جدول متقاطع سطر و ستون اسم اینا رو نوشته، یک ارتباط رو هر کدومش هم که واسه اطلاعات کلی به ما اطلاعات زیادی میده. اتریوم با بیت کوین 3621 وقتی که روش وای میسی ببینید کلی اطلاعات میده، اوریج ترانزکشن فی رو به ما داره میده، بلاک تایم ها رو میده، مارکت کپیتالایزیشن میده، اوریج ترانزکشن والیو رو به ما میده و اکتیو آدرس، حالا
آدرس ناله، اما کلی اطلاعات ریزی رو حتی در خصوص دیفیکالتی هش ریت و میزان سایز بلاک و این چیزها رو به ما داره نمایش میده. من اون اطلاعات ریزش رو الان نمیخوام واردش بشم، فقط دارم میگم بحث اتر به بیت 6 و 21. اگر اینجوری بریم جلو میبینیم XRP 0.33 هزارم ارتباطشه. کوریلیشن از منفی 1 شروع میشه تا مثبت 1 و در حالت 0، یعنی دو تا ارز با هم ارتباطی ندارن، صفر مطلق رو دارم عرض میکنم. تو بازار مالی چیزی به نام صفر مطلق به این صورت نداریم. این یعنی اگر چیزی باشه مثلا مربوط به دو تا بازار متفاوت میتونه باشه، باز هم شک و تردید هست توی همچین چیزی، به خاطر اینکه کوریلیشن وقتی صفر میشه که دو تا چیز اصلا به هم هیچ ارتباطی نداشته باشن، در صورتی که همینه توی اتمسفر دارن کار میکنن، زندگی میکنن، معامله میشه و مثل یک گیاه دارن فتوسنتز انجام میدن نسبت به محیط اطرافشون. بیت کوین با XRP یکی از پایین‌ترین کوریلیشن ها رو داره. علتش هم شاید این باشه که تو این فاصله به خاطر اون داستانی که سکیوریتی اکسچنج کمیتی امریکا روی XRP به وجود آورد و فشاری که گذاشته و گفته اصلا شما اومدی اوراق بهادار منتشر کردی و اصلا در اجازه تو نیست و بعد میمدی از سمت بورس، حالا اونا کلیم کردن که اگر برنده بشن یه دفعه رشد میکنه و احتمال زیاد XRP بازه خوبی هم خواهد داشت. این داستانه فاندامنتالیه. اخباری هم که میخونی در خصوص زد و نقیض زیاده، ولی احتمالا برنده دادگاه خواهند شد. و دقت داشته باشین این ضریب همبستگی رو من از سایت بیت اینفو چارت دارم در میارم و همینطور اسکرول کنم بیام پایین، کلی اطلاعات دیگه در اختیار من قرار میده. من یه نکته دیگه هم روی این بهتون بگم، در خصوص چارت ها هم میبینید که اینجا مثلا میگه XRP، همین که اینجا میبینید الان روش وایستادم، 62.8% ترانزکشن های 24 ساعت گذشته رو به خودش اختصاص داده و همونطور که میبینید اینجا مثلا دو صفحه است دیگه، یعنی مثلا چیزش زیاده، یک و دو رو بزنید بهتون نمایش میده. مارکت کپیتالیزیشن بر اساس دلار امریکا و چند تا نمودار دیگه اوریج ترانزکشن ها رو شما میتونید اینجا ببینید که توی چه حوزه، چه کوینایی، چه توکن هایی رو بازار داره واچ میکنه. پس من اگر دارم به سمت این میرم که یه سبد بلند مدت سرمایه گذاری برای هودل کردن و یک سبد کوتاه مدت برای دیلی تریدر، نه بگم سه روز یه بار، هفته یه بار خرید میرم، اینجا دیتای خوبی به من میده. برگردیم به صفحه اصلی دیگه. این توی این صفحه من دنبال یه اطلاعاتی در خصوص کیف پول ها هستم. ببینید خود کیف پول یه شاخصه، وقتی تعداد کیف پول داره یه دفعه رشد نمایی میکنه، یعنی پول داره میاد پشتش. هر یک کیف پول معادل یک نفر نیست، یک آدم میتونه انتا کیف پول داشته باشه. پس اگر داریم تحلیل میکنیم، تحلیل رو میخونیم، دقت داشته باشیم که